همینطور که داشتم کامنت های پر از محبت شما رو زیر ویدیوهای یوتیوبم چک میکردم، یهو رسیدم به این کامنت. گفتم ای آره چرا که نه، اصلا بریم اصطلاحات و عبارات مربوط به گیمینگ رو با هم بررسی کنیم، با هم یاد بگیریم، تمرین کنیم و داشته باشیم. اصلا اتفاقا جاش هم خیلی خالی بود، پس let's get started. اما یه نکته هست، البته که چند تا کامنت میشه روی این ویدیو گذاشتش. بچه ها برای اینکه مطالبش، اصطلاحاتش، عباراتش براتون سنگین نشه، من تصمیم گرفتم که توی دو تا قسمت براتون توضیح بدم که چیا هستن و به کیا پیشنهاد میکنم این تماشای این ویدیو رو. به کسایی که به گیمینگ علاقه دارن، یعنی تازه میخوان شروع کنن و دوست دارن که حالا پیشا پیش اصطلاحاتش رو یاد بگیرن. دو، کسایی که توی این مسیر هستن و خب با توجه به این فعالیتایی که انجام میدن نیاز دارن که با وکب و اصطلاحات گیمینگ آشنا بشن. سه، کسایی که میخوان حتی تو زمینه گیمینگ هم اطلاعاتشون رو بالا ببرن، یعنی تو زمینهای مختلف یه سری دایره لغات بلدن، یه سری اصطلاحات بلدن، اما احساس میکنن که توی بخش گیمینگ اطلاعات کافی ندارن، اصطلاحات کافی رو بلد نیستن و همچنین دایره لغاتشون توی این بخش پایینه. حتماً این ویدیو رو برای هر کسی که احساس میکنید نیاز داره یا علاقه مند به یادگیری همچین چیزایی هست ارسال کنید که حالا افراد بیشتری بتونن از این ویدیو استفاده کنن. و قبل اینکه بریم سراغ اصل مطلب، بریم من عبارات و اصطلاحات رو بهتون یاد بدم، حتما چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. حالا بریم سراغ اصل مطلب. Let's cut to the chase. اولیش نوب، میگن نوب بازیه، اوکی؟ یا مثلا طرف نوبه. یعنی چی؟ یعنی توی این موضوع گیمینگ تازه کاره، تازه وارده، تازه گیمینگ رو شروع کرده. اما یه امای بزرگ اینجا وجود داره و اونم اینه که گاهن بچه های حالت منفی داره و برای متاسفانه زیر سوال بردن یک شخص توی بازی استفاده میشه. پس حواستون باشه این کلمه نوب میتونه دو پهلو باشه، یا تازه کار یا حالا مفهوم مسخره کردن یا زیر سوال بردن یک شخص توی بازی رو داشته باشه. حالا ممکنه وسط بازی، اصلا وسط گیمینگ، شما AFK رو هم ببینید. یعنی چی؟ یعنی away from keyboard. بچه اینجا کیبورد اصطلاحیه و منظورش اصلا از کامپیوتر، یعنی یوزر یا همون کاربر از کامپیوتر دوره، away هستش دیگه، away from keyboard، اوکی؟ و حالا اون کاراکتری که توی بازی داره رو بازی نمیده، کاراکترش توی بازی رو حرکت نمیده، اوکی؟ پس AFK، away from keyboard، کسی که حالا کاربری که از کامپیوترش دوره، از کیبوردش اصطلاحا دوره و کاراکتر خودش رو حرکت نمیده، بازی نمیده متاسفانه، unfortunately. بچه ما یه دونه سینگل داریم، اوکی؟ یه دونه دبل داریم، سه تایی چی میشه؟ ببین البته بذار انگلیسیش رو برات بگم. سینگل، دابل، حالا مثلا میگن دابل ای، یعنی دوتا ای پشت هم. توی گیمینگ یه عبارتی هست که به این شکل نوشته میشه، سه تا ای پیش همه، ای یا تریپل ای، اوکی؟ پس تریپل ای این گیمینگ refers to high quality video games or let's say even high budget video games، بازی های ویدئویی که بودجه زیادی براشون خرج شده، اوکی؟ و کیفیت بالایی هم دارن، اوکی؟ این یه موضوع. و اینکه بچه ها بازاریابیشون به شدت فراگیره، پس میگیم که براشون پول زیادی، بودجه زیادی خرج شده، کیفیتش هم خیلی بالا، های کوالیتی ویدیو گیمز، و اینکه بازاریابیش هم به شدت فراگیره. یه مثال بزنم، مثلا کال اف دیوتی، اوکی؟ کال اف دیوتی یه نمونه بارز از تریپل ای هستش. خب ما بچه ها یه باف داریم و یه نرف، اوکی؟ after you update your game، وقتی که شما بازیتون رو آپدیت میکنید، اوکی؟ دو تا حالت پیش میاد. A character gets stronger or let's say a character or an item gets stronger، اوکی؟ یه آیتم یا یک
کاراکتر یا شخصیت توی اون بازی قوی تر میشه. اوکی اینو میگن باف. اوکی و معمولا بعد تایمی هستش که شما آپدیت میکنید. اما بعضی وقتا برعکس میشه، مورد دوم میشه. An item or a character gets weaker. یه آیتم یا یه کاراکتر توی اون بازی، شخصیت اون بازی ضعیفتر میشه. یه آیتمی بچه ها ضعیفتر عمل میکنه، انگار قدرتش رو میگیرن. به این موقعیت میگن نرف. پس وقتی که قوی تر میشه باف، وقتی که ضعیفتر میشه نرف. خب یه کلمه ای که بچه ها ممکنه باز هم توی بحث گیمینگ خیلی هایلایت باشه و زیاد دیده بشه اینه باتس. اوکی دو کاربر است اینا، مثل اون آیتمی که اوایل ویدیو بهتون گفتم. باتس مورد اولش همون ربات دیگه که توی بازی‌های کامپیوتری، یعنی AI artificial intelligence هوش مصنوعی کاراکتر شما رو کنترل می‌کنه. اوکی AI controls your character. اوکی اما پهلوی دوباره گفتم دو پهلوه دیگه، ساید دیگه چیه؟ متاسفانه again unfortunately برای تخریب یک بازیکن میتونه استفاده بشه این باتس. حالا چطوریه وقتی که استفاده میکنن و با منظور منفیه؟ یعنی حالا هوش اون گیمر، هوش اون طرف مقابل از هوش کامپیوتر یا همون هوش مصنوعی AI کمتره. توی این قسمت از این ویدیو میخوام تمام چیزهایی که مربوط به کشت و کشتار توی گیمینگ هست رو بگم. البته ممکنه یه سریاش جا بمونه، اونو شما توی کامنت ها به هم بگید حتما اگر که چیزی از قلم افتاد. شادم البته توی قسمت دوم این ویدیو بهتون بگم. بچه ها ببینید kill یعنی کشتن. اوکی وقتی که توی گیمینگ استفاده میشه منظور کشتن دشمنانه. اوکی پس حالا این که میگن تعداد کیلات چند تایه، اینو شنیدم ها، یعنی چند نفر رو کشتی. اوکی تعداد افرادی که کشتی چند نفره. اوکی و موضوع بعدی مردن die، مرگ death. اوکی حالا این کلمه یه death وقتی که شما توی گیمینگ توی بازی ها میبینید تعداد مرگ بلا نسبت شما توی اون بازی رو نشون میده. یعنی مثلا دیدید هی کشته میشید دوباره مثلا یه جون میگیرید دوباره شروع به بازی میکنید. اوکی پس death تعداد دفعاتی که اون کاربر و یوزر کشته شده رو بیان میکنه، اعلام میکنه. و یه مورد هم هستش بچه ها برعکس چیزیه که نشون میده فیدینگ. اوکی فیدینگ نشونه چیه؟ اصلا وقتی که توی یه بازی میبینید فیدینگ رو آورده یعنی چی؟ این عبارت کشتن بیش از، یعنی کشته شدن بیش از حد شما توسط دشمن رو نشون میده. اوکی پس فیدینگ کشته شدن بیش از حد یک کاربر توسط دشمن. خب بچه ها اگر که حالا توی موضوعات مختلف تا اینجای ویدیو اگر که حس کردید آیتمی از قلم افتاده، گیمرهای عزیز کجایید، حتما توی کامنت ها بنویسید، حتما به این چیزی که من گفتم اضافه کنید. و این که یه عبارتی هست من میخوام شما پیشا پیش یه حدسی در موردش بزنید، این که توی حالا فیلد گیمینگ می نویسن جی جی، دو تا جی پشت هم. اوکی این یعنی چی؟ یه حدسی بزنیم تا من توی ویدیو بعدی قسمت دوم اصطلاحات گیم بهتون توضیح بدم و حتما قسمت بعدی رو هم تماشا کنید، گیمرهای عزیز رو دعوت کنید که توی حالا زیر این ویدیوها حتما کامنت بذارن، اصطلاحات بیشتری رو بهمون معرفی کنن، بالاخره گیمرن دیگه. اوکی و that's it. خب بچه ها خیلی ممنونم که این ویدیو رو هم تا اینجا تماشا کردین و یادتون باشه که برای اینکه بتونید قسمت دوم این ویدیو و همه ویدیوهای من و همه همکارای من رو ببینید حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب داشته باشید که دسترسیتون به همه ویدیوها حفظ بشه. و اینکه یادتون نره در مورد جی جی که توی گیمینگ استفاده میشه حتما حدستون رو کامنت کنید تا تو قسمت بعدی براتون توضیح بدم. Thanks for watching and tata for now.